آقا کولر که میزنم ماشینم میخواد خاموش بشه، دور موتور میفته، مخصوصا پشت چراغ قرمز یا توی دور برگردونا ماشین بد کار میکنه. آقا کولر که میزنم ماشینم لرزش پیدا میکنه، صدای چلاق چلوق از توی موتور میاد، مشکل کجاست؟ عرض سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید به کانال برق خودرو حاجیان. دوستان توی این ویدیو دو گروه از ایرادها که هنگام کولر گرفتن توی ماشین شما به وجود میاد رو با هم بررسی میکنیم و علت رو خدمتتون عرض میکنیم. گروه اول ایرادهایی هست که مربوط به نوسان دور موتور و افتادن دور موتور یا خاموش شدن ماشین در زمان کولر گرفتن به وجود میاد. گروه دوم ایرادهای مربوط به لرزش موتور، بد کار کردن و شنیده شدن صدای چلاق چلوق مخصوصا توی موتورهای 16 سوپاپ به وجود میاد. توی این کانال هدف ما اینه که هزینه‌های تعمیر نگهداری ماشین شما رو پایین بیاریم. پس اگر اتفاقی ما رو میبینید اون دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر مطالبمون براتون مفیده با لایک به ما انرژی و دلگرمی میدید. وقتتون رو نگیرم، بریم روی موتور. زمانی که شما دکمه کولر یا AC رو فشار میدید، یک فشار بیشتر یا بار بیشتری به موتور ماشینتون تحمیل میشه. کامپیوتر ماشین برای اینکه این فشار و بار موتور رو جبران کنه، لازمه که بیا توی بعضی از پارامترها مثل حجم هوای ورودی تغییراتی اعمال کنه تا دور موتور ماشین کمی بالاتر بیاد. برای اینکه حجم هوای ورودی رو بیشتر بکنه، باید بیاد گام استپر رو عقب بکشه. ماشین شما یا دریچه گاز مکانیکیه مثل این ماشین، یا دریچه گاز برقیه مثل اون ماشین. توی ماشین‌های دریچه گاز مکانیکی مثل این ماشین یک قطعه مهم وجود داره به اسم استپر. این قطعه، این به این صورت روی دریچه گاز ماشینتون سوار شده. وظیفه این استپر اینه که دور آرام موتور ماشینتون رو وقتی پاتون رو از روی پدال گاز برداشتی تنظیم کنه. مخصوصا در چه زمانی؟ در زمانی که شما کولر میگیرید، ECU میاد کمی گام این استپر رو به عقب میکشه تا حجم هوای بیشتری وارد منیفول و در نتیجه موتور ماشینتون بشه و دور موتور ماشینتون حدود 100 تا بالاتر بیاد، مثلا از 950 RPM بشه 1050. اگر این استپر خراب باشه یا این کانال استپر کثیف باشه، باعث میشه که وقتی شما دکمه کولر رو میزنید دور موتورتون میفته و ماشینتون میره که خاموش بشه. پشت چراغ قرمز این اتفاق زیاد میفته. حالا ممکنه شما بپرسید آقا ماشین من اصلا دریچه گاز مکانیکی نیست، دریچه گاز برقیه. بریم روی این دریچه گاز برقی تو خدمتتون عرض کنم توی اون ماشینا مشکل چیه. توی ماشینای دریچه گاز برقی دیگه قطعه استپر وجود نداره. ECU برای اینکه حجم هوای ورودی به موتور رو تنظیم کنه و بالاتر ببره، میاد زاویه پولکی دریچه گاز و خود بدنه دریچه گاز رو یکی دو درجه بالاتر میبره تا هوای بیشتری بیاد توی موتور و ماشین خاموش نشه. اگر دور این دریچه گازتون کثیف باشه و جرم آلودگی گرفته باشه، باعث میشه که موقع کولر گرفتن موتور ماشینتون دور موتور بندازه و بره به سمت خاموش شدن. پس اگر موقع کولر گرفتن دور موتور ماشینتون میفته، اگر دریچه گاز مکانیکی بود مثل این، باید بیاید استپر رو باز کنید ببینید این کانال استپر داخلش تمیز هست یا نه. برای تمیز کردن استپر شما نیازه که کمی بنزین بریزید روی دستمال کاغذی. با یک دستمال کاغذی که بنزینی شده یا آغشته به بنزینه، نوک این استپر رو به این صورت باید تمیز کنید. ناخنید رو به جلو، نباید استپر رو بتابونید، رو به جلو. وقتی این نوک یا پلانجر تمیز شد، داخل کانال استپرتونم به این صورت، این دستمال کاغذی، اینم کانال استپر به این صورت، به این صورت داخل این کانال رو تمیز میکنید. توی دریچه گازهای مکانیکی معمولاً ایراد با این روش تمیز کردن حل میشه. توی دریچه گازهای برقی حالا ما اگر بتونیم پیچای دریچه گاز رو باز کنیم، دریچه گاز رو کامل در بیاریم بهتره، ولی اگر نتونستید این کارو کنید و ابزار نداشتید، به صورت امرجنسی و اضطراری میتونید با یک دستمال کاغذی که بنزینی کردید این محوطه دور پولکی دریچه گازتون رو تمیز کنید. یه مقدار بنزین میریزید و به این صورت تمیزش میکنی.
حالا ممکنه عزیزان بیان بگن آقا کامل بازش می‌کردیم می‌شستش، ما توی تعمیرگاه این کارو انجام میدیم، کامل باز می‌کنیم با بنزین یا بالا با انژکتور شور و مواد مخصوص خودش شستشو میدیم، ولی به صورت اضطراری این یکی از روش‌هایی که شما می‌تونید باش دریچه گازتون رو تمیز کنید تا مشکل افتادن دور موتور و خاموش شدن موقع کولر گرفتن رفع بشه. خب گروه دوم از ایرادها مربوط میشه به ایرادهای ناک زدن، لرزش موتور و ریب زدن موتور هنگامی که شما دکمه AC یا دکمه کولر رو فشار میدید. دوستان ایراد ناک زدن، لرزش موتور در زمان کولر گرفتن معمولا مربوط میشه به ضعیف بودن شمع، وایر شمع و یا کوئل ماشینتون. اگر شمع‌های موتور ماشین شما فرسوده شده باشه، عمرش رو از دست داده باشه یا این پلاتین و الکترود شمع ساب رفته باشه به مرور زمان، باعث میشه که وقتی شما دکمه کولر رو میزنید ماشینتون لرزش داشته باشه. توی موتورهای L90، توی موتورهای EF7، توی موتورهای TU5، توی موتورهای تیبا کویکساینا اگر موقع کولر گرفتن موتور ماشینتون شروع میکنه به لرزیدن و صدای چلوق چلوق از موتور یا انجین میاد، اولین کاری که باید بکنید اینه که شمع و وایر موتور رو چک کنید. حالا ممکنه شما دوست عزیز بپرسی آقا شب وقتی ما چراغای ماشینمون رو روشن میکنیم ریپ زدن ماشینمون بیشتر میشه، وقتی چراغای ماشین رو روشن میکنیم دور موتور ماشینمون بیشتر میفته. توی تمام ماشین ها اگر شما موقع چراغ گرفتن نوسان دور موتور دارید، اولین کاری که باید بکنید اینه که برید سراغ تقویت کابل اتصال منفی. اگر کابل اتصال منفی توی ماشینتون خراب باشه، ضعیف باشه و نتونه جریان لازم رو از خودش عبور بده، باعث میشه که وقتی شما کولر میگیرید ماشینتون نوسانات بیشتری داشته باشه. 99% ماشین هایی که توی کشور تولید میشه این کابل منفیشون ضعیفه. چرا؟ به این خاطر که دست سیم هایی که ما توی ماشین هامون استفاده میکنیم کیفیت لازم رو ندارن، به خاطر اینکه قیمت تمام شده رو بتونیم بیاریم پایین تر از اون بر از کیفیت زدیم. دوستان با توجه به اینکه داریم میریم توی فصل گرما، بهتون پیشنهاد میکنم این دوتا ویدیو رو هم ببینید. ویدیوی اولمون سه راهکار رو خدمتتون گفتیم که باعث میشد باد کولرتون سرد و تگری بشه. توی این ویدیوی دوم هم 5 علامت رو بهتون گفتیم که به شما میگفت فشار گاز کولر ماشینت پایینه و باید بری گاز کولر ماشینت رو نشتیابی کنی و شارژ گاز انجام بدی. هدف ما کاهش هزینه‌های ماشین شماست. پس اگر اتفاقی ما رو دیدی اون دکمه سابسکرایب رو بزن و اگر مطالبمون براتون مفیده با لایک به ما دلگرمی میدی. تو راه نمونید، هر جا هستید شاد و پیروز باشید. دمتون گرم.